همیشه دوست داشتم معروف ترین آدمای دنیا ترکیبمو بچینن تا ببینم هر کدومشون عاشق کدوم فوتبالیستن، اما از اونجایی که نتونسته بودم هیچ آدم معروفی رو از نزدیک ببینم هر چیزی امکان نداشت. ولی نه، امروز توی یه گردونه 20 از معروف ترین سلبریتی های دنیا رو قرار دادیم. پس گردونه رو میچرخونیم و هر سلبریتی که در بیاد، مثلا جنیفر لوپز، چون جنیفر عاشق رونالدوه، رونالدو میاد تو ترکیب. میرم سراغ گردونه 15 20 از بهترین سلبریتی های دنیا. جنیفر لوپز واقعا صدای خوبی داره. شما میریم اولین گردونه رو میچرخونیم تو ببینیم که کدوم سلبریتی اولین بازیکن میره تو تیم مادر. خانم همونجوری که میدونیم سردار آزمون پس از بازی در زنیت سن پترزبورگ اومد توی باشگاه بایر لورکوزن و قراردادش رو امضا کرد. دقیقاً همون تایمی بود که مهناز افشار به آلمان مهاجرت کرد. مهناز افشار هم که دیدیش سردار آزمون اومده توی تیم بایر لورکوزن، برای دیدن بازی سردار آزمون از نزدیک بلیط اون ورزشگاه رو به پیشنهاد سردار آزمون خرید و تا بازی سردار آزمون رو از نزدیک ببینه. فقط نمیدونم چرا با هم دیگه عکس نگرفتن. پس سردار آزمون وارد ترکیب شد. مهناز افشار بعد انتخاب سردار آزمون هست میشه. میدونی سراغ بقیه بانو جنیفر در بیاد کار تمومه. میفهمین چرا دارم اینو میگم؟ یا علی مدد به چرخ و به امیده که دیدنو بلو باز در بیاد ترکیب بوده و چیه؟ چیه دیگه؟ جاستین بیبر. جاستی میبار همونجور که خودش توی مصاحبه داره تعریف میکنه، از بچگی طرفدار بارسلونا بوده و زمانی که بارسلونا توی دوران اوج خودش تو سال 2014 بوده و سوارز و مسی و نیمار توی اون تیم بازی میکردن، به باشگاه بارسلونا رفته و با هر ستاشون تمرین کرده، یعنی تمرین فوتبال انجام داده و پس از تمرین هم با نیمار جونیور عکس یادگاری گرفته. پس نیمار به عنوان بازیکن دوم وارد ترکیب شد. به به 101 جاستی میبار بعد انتخاب نیمار هست. چون میبینید تو بقیه سلبریتی ها عمل بس برو کلا آقا تایسون قارون چله پلنگیت. همونجور که مایک تایسون خودش داره تعریف میکنه، از قدیم با مارادونا دوست و رفیق بوده و از عکس ها و شواهدی که مشهوده واقعا هم همچین چیزی بوده و زمانی که مارادونا فوت میکنه براش توی توییتر پست میذاره و مینویسه دست خدا مارادونا ما را ترک کرد، ما هر دو قهرمان سال 86 بودیم، اون یه قهرمان واقعی و دوست من بود، خیلی بهش احترام میذارم و خدا نگهدار. پس مارادونا به عنوان بازیکن سوم وارد ترکیب شد. جونم آقا مارادونا 104 اصلا یادم نبود شما 104. پس تایسون بعد انتخاب مارادونا هست که ببینید تو رو بعد از سلبریتی ها. حاجی خدا وکیلی اگه کسی میدونه شاهرخ خان کیو دوست داره توی کامنت ها الان بنویسه. خدایی هیچ کس نمیدونه. میریم بچرخونیم به عنوان اینکه بانو جنیفر لوپز در بیاد. شاهرخ خان عزیز امینم توی مسابقه ای که 6 سال پیش توی شبکه‌های اجتماعی انجام داد گفت همیشه مردم از بهترینا متنفرن، این اتفاق برای من توی رپ و در فوتبال برای کریستیانو رونالدو افتاد. و از این مسابقه به بعد امینم و رونالدو خیلی به هم دیگه نزدیک شدن و حتی با هم دیگه عکس هم گرفتن. پس رونالدو به عنوان مهاجم سوم وارد ترکیب شد. جانم رونالدو وینگر راست مگه 102 بازی میکنه؟ بهترینا رو دوست دارن. پس امینم بعد از انتخاب کریستیانو رونالدو هست که میریم سراغ بقیه. آقا بعد پس خود جنیفر لوپز، خود جنیفر لوپز بیاد اینجا بشینه. نه زمانی که کریستیانو رونالدو چهارمین توپ طلای خودش رو از دنیای فوتبال گرفته بود، جنیفر اونو با یک مهمونی دعوت میکنه تا از اونجایی که دختر خالش که خیلی رونالدو فنه و همه بازی های رونالدو رو میدیده، رونالدو رو ببینه و خودش و دختر خالش با رونالدو عکس بگیره. ولی از اونجایی که امینم کریستیانو رونالدو رو آورده بود تو ترکیب، پس تو رونالدو توی ترکیب میمونه. سلطان دلها، چه دخترهایی که برای ایشون گریه کردن. محمد رضا گلزار. خب آقای محمد رضا گلزار واسه شما برنامه ها دارم. محمد رضا گلزار یکی از بهترین رفیقا و دوستاش روبرتو کارلوس برزیلیه که همینجور که میدونین چند وقت پیش ویدیوش از اینکه محمد رضا رفته بود با لامبورگینیش روبرتو کارلوس رو سوار کرده بود و به خونه خودش اومده بود در اومده بود که کلی جنجال توی فضای اینترنتی به وجود اومد و رضا گلزار هم توی یک مصاحبه ای در تیوی پلاس گفت روبرتو کارلوس فقط رفیق منه و نیازی ندارم که برای دیده شدن با او ویدیو بگیرم. پس روبرتو کارلوس به عنوان دفاع چپ وارد ترکیب شد. البته اینم بهتون میگم که خانم فلور نظری هم زمانی که رفتن آلمان به پیشنهاد آقای سردار آزمون رفتن بازی ایشون دیدن. البته اون تو نیست آقا گردونه تو این، ولی همین بود نمیدونم. پس گلزار هم هست میشه. میسر بعدی بابا عمو شاهرخ، قربون فیس زیبا، قربون خنده ای که معلوم نیست اصلا گریه است یا خنده. بیا دیگه اوه بهزاد تو بیاد، بهزاد تو بیاد. من عمو شاهرخ، عمو شاهرخ عزیزم، شاید خیلی های موضوع رو ندونن اما شاهرخ خان و دیوید بکام یکی از صمیمی ترین رفیقای هم دیگه هستن. دیوید بکام برای رفتن به یک فستیوال و دیدن شاهرخ خان از نزدیک مجبور شد که تا بمبئی هند بره و با شاهرخ خان خوشوبش کرد و با هم دیگه عکس گرفتن و خود دیوید بکام هم عکس با شاهرخ خان رو توی اینستاش منتشر کرد.
فاروق عزیز چقدر شما دوست داشتنی، واقعا اصلا یه سری آدم ها رو همینجوری میبینی تو دل میشینه. همون شاهرخ از ما پس دیوید کن بمونه بازیکن بعدی وارن ترکیب شو. همون دیوید شاهرخ خان شما رو انتخاب نمیکرد تو تیم نمیذاشتمت. پس شاهرخ خانم هست میشه سراغ بعدی لبرون جیمز. طی مصاحبه خبرنگار از لبرون جیمز راجع به فوتبال و افرادی که توی فوتبال دوست داره سوال میپرسه و لبرون جیمز جواب میده، من عاشق رونالدو، امباپه و نیمار جونیور هستم. به نظر من این بازیکنان افسانه ایان و هر ستا رو دوست دارم. اما از اونجایی که لبرون جیمز اسمی از مسی نبرد، خبرنگار بهش گفت چرا تو لیست خودت از مسی نام نبردی؟ اون گفت مسی هم بازیکن خوب. از اونجایی که رونالدو و نیمار رو توی ترکیب داشتیم، پس کلین امباپه به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شو. لبرون جیمز هم هست میشه بینی سر بعدی. بابا مسی یکی در بیاد، هفت نفر مونده یه نفر مسی بگه دیگه. بورک حالا خود بگیم کارداشیان به نقل در میاد. ببینم شما کیا میادی تو درکی. کیم کارداشیان و بچه‌هاشی مسی فن واقعی هن. خود کیم کارداشیان همیشه تعریف میکنه که همیشه بچه هم توی خونه بازی های لیونل مسی رو نگاه میکنن و حرکات اون رو تقلید میکنن. برای همین بعد از اینکه مسی از پاریس سن ژرمن به اینتر میامی اومد، کیم کارداشیان برای خودش و بچه‌هاش بلیت VIP ورزشگاه اینتر میامی رو خرید تا بره لیونل مسی رو از نزدیک ببینه، باهاش عکس بگیره و پیراهن لیونل مسی رو به عنوان قرامت بگیره. پس لیونل مسی به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شو. دروازه‌بان چرا هیچ کس نگفته بود دروازه‌بان نداره تیممون؟ پس حالا کیم کارداشیان هست چه می‌رسه رو بعدی. من راجع به تو چی بگم؟ هر چی بگم بدآموزی داره جلو دوربین. شاید خیلی خبر نداشته باشم ولی استوپ داگ و ویرجیل فان دایک که از قدیمی ترین رفیقای همدیگه. فان دایک توی مهمونی که لبرون جیمز و افراد مشهور دیگه حضور داشتن با استوپ داگ دیدار کرد و همو بغل کرد و با هم دیگه عکس گرفتن و فان دایک عکسی که با استوپ داگ گرفته بود و توی اینستای خودش منتشر کرد تا همه بدونن با استوپ داگ رفیقه. پس ویرجیل فان دایک به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شو. ببین فقط دو نفر بودن، دروازه ما نداریم. پس استوپ داگ از ترکیب اوه ببخشید استوپ داگ هم هست میشه ببینید سراغ بعدی. سلطان استاتام احساس میکنم یه بازیکنی گفته باشه که هیکلی تو دفاع وایسه مثل دلیخت یا ابل فضل بهزاد لیتو. همه کسایی که توی اینستاگرام بهزاد لیتو رو فالو دارن میدونن که سردار آزمون و امیر آبادزاده یکی از صمیمی ترین رفیقای بهزاد لیتو هن که خود بهزاد لیتو هم اونا رو فالو داره. تا الان بهزاد لیتو با امیر آبادزاده لایو گذاشته توی اینستاگرام، رفتن به جام جهانی 2018 رو به آبادزاده تبریک گفت و همچنین بعد جام جهانی 2018 لیتو پیراهن آبادزاده رو ازش خواست و آبادزاده اون پیراهن رو امضا کرد و واسه لیتو فرستاد و لیتو ادستوری کرد. اما هرچی گشتم توی ترکیب وای فوتبال امیر آبادزاده رو پیدا نکردم. برای همین به جای امیر آبادزاده باید دروازه‌بان ایرانی دیگه رو میآوردیم، یعنی پیام نیازمند هست وارد ترکیب شو. ببین توی این گردونه دو نفر مسیفنن. حالا میخوام ببینم هوش شما میگه از این چهار نفر کدوم دو نفر مسیفنن. یا ما ای بابا آقا علی مادر خانومت نه آقا در بیاد بارکلا توپاک سلطان رفت. از اونجایی که توپاک عمر زیادی به دنیا نداشت، متأسفانه ازش نتونستن بپرسن که عاشق کدوم فوتبالیسته. اما یکی از فوتبالیستا به اسم کریم بنزما گفته که از 7 سالگی توپاک گوش میدادن و خواننده مورد علاقه هم توپاکه و همچنین برای احترام به توپاک عکس اونو ادستوری کرده. ببین توی فضای مجازی من دارم همه رو درو میکنم، همه رو زیر نظر دارم. یکی فقط با یه نفر دیگه ادستوری گذاشته باشه من میارمش تو ویدیو. تو مسی بازن رونالدو آه نه آقا چیکار داریم ما؟ پس کریم بنزما به عنوان آخرین بازیکن وارد ترکیب شو. حالا با یکی بشکن ترکیب درست میشه. و اما حریف اول دیویژن 5 3000 خودی از ما قوی تر. این از ترکیب ما ترکیب حریف. یا حضرت وات چقدر هجومی داره بازی میکنه یارو. از اونجایی که تیم حریف خیلی داشت هجومی بازی میکنه تایید میگه سردار آزمون و کریم بنزما رو کامل بیاریم پایین. آجی وای خیلی لگه. بعد این برای رونالدو وای بیا بیا بزن برکل. دقیقه چهار بازی، دقیقه چهار بازی دفاع چپ و راست نداریم. برو امباپه، امباپه سرعت، امباپه سرعت، امباپه بودو، امباپه شوت توی دروازه گل دوم. چی ترکیب و مشهورترین و معروفترین آدمای دنیا چیده تو 8 دقیقه هفت بازی. پاس اشتباه کلیان امباپه به مارادونا میرسونه، مارادونا شوتش در میاره، کورتوا گل نمیشه. وای 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 کارمون سخته، کارمون سخته، کارمون سخته، کارمون سخته، کارمون سخته، کارمون سخته. وای بزنه شوت رو بدر سوخته. آه من بابا وای کی گفته اینا تیم بلدن بچینن که اومدن تیم ما رو بچینن؟ آقا فهمده که رمه رو دریب بخوره. من پدر سو در میاره بزن بره توی گل دیگه. بارو کلا وای این ماپه، این ماپه برو تک به تک میشیم ما. برو برو دیوانه عربا پدرت برو
بده پاسه رو بزن مسی توی دروازه چهار بر سه کامبک تو کامبک هزار تا سرتون بزن میخوام ببینم با مسی چیکار میکنه خدا آقای داور عشق منی پنالتی بود نگرفت بابا پاستو بده دیگه کی تو رو انتخاب کرد شوت کن رونالدو شوتش کن گل چه بره گفتم چم موقعیت تک به تک دیری به دروازبان شوت گل اکتون سرم حاج کریم بابا حاج کریم چی کار داره میکنی مدل ما میاره وسط میاره وسط میاره وسط میاره وسط میاره وسط تر قربون روبرتو آقا دریدی که هیچ کسی اینجا اما به سرعت تو اینجا باید استفاده بکنی آهان بزن عمر بشون بزن اینجا بزن هدو هدو بزن رونالدو بیاین دیگر حاجی بزن وای چه پاسی دادستی حاجی پرام بزن بزن چی پا حاجی بزن حاجی بزن حاجی هد جانم حاجی کریستیانو رونالدو زده حمله دوباره میتونیم به گل تبدیلش بکنیم امباپه یا بیرون گم شد ارسال هد هد ضربه شوت بابا پاس به خدا این دیلی نبود من میبردم راحت تر میتونم به چهارمی گل تبدیلش بکنن مبارک با درخشش لیونل مسی با ترکیبی که سلبریتی‌ها چیده بودن بازی اول و 3 امتیاز به دست میاری پس از اونجایی که خوب بازی کردیم توی ترکیب هیچ تغییری ایجاد نکردیم و به سمت بازی دوم میرویم اگه تا اینجا ویدیو حتما حتما ویدیو رو لایک کنید و همین الان اگه سابسکرایب ندارین چنل رو سابسکرایب کنید دمتون گرم و اما حرف دوم اوه دیویژن 4 این واقعا قویه دیگه و اما ترکیب حریف باجوی 103 کی اومد توی فوتبال داداش ما یه بار نبودیم چند تا بک دادی چون ترکیب حریف هجومی بود تصمیم گرفتیم سردار آزمون کریم بنزما رو یک مقدار به عقب تر بیاریم تا دفاع باز نشه پروژه رونالدو جان یه ارسال میکنی رو سر رونالدو مثل همیشه این میگیره تو پر از همینجا یک شوت قشنگ وای وای دفاع نداریم دفاع نداریم وسطو بگوشون وسطو بگوشون وسطو بگوشون اشغم فندایش شوت 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 تیر دروازه دوباره چرا مسی نر دود برس تو رو خدا مسی اصلا تیر دو بزن هدر رو وای دوباره تیر سه بار تیرک برو تو امباپه امباپه بشوت باره کنده بداخل در بازه باز بیشه بزن برو توی گل دافال دقیقه زی و هشت بازی هر چقدر مقاومت کنی در مقابل بهترین تیمت آخه این من مونده معروف ترینا چرا باید این تیمو بچینم حاجی به قرآن اگه با این ترکیب بازی سوم من ببرم دیگه ترکیب هم عوض نمی کنم عجیبه دفاع چپ و راستمون سرد رازمون رو بنزمون گل نمی خوری سلک جان من از ترکیب معلومه عزیز من اوردیش مثلا اینجا هدر رو بزنه بشین تا بزنه یا علی پیام میده وسط دیگه نه پس خودش میاد بزنه خودش پاس میده با حریف فقط یه گل فاصله داشتیم و حریف داشت دوباره کامبک میزد خیلی فکر کردم به ترکیبش که چیکار کنیم مسی گل نزنه اما چیزی به ذهنم نرسید حاجی بکشین عقب من واقعا چیزی به ذهنم نمیرسه بکشین عقب حاج سردار برو تموم امباپه پاس بابا پاس تو بده وای آزمون داری اون رو نگاه میکنی تو رو خدا اون سنه رو نشون بده دوباره اصلا داشت کجا رو نگاه میکرد اون داشت سکو رو نگاه میکرد حاجی پدرمون در میاد نگیری حاجی پدرمون در میاد قربونت برم برو مارادونا تیر دو بزنش رونالدو کجایی آی امباپه تمومش کن بزن بره تو گل دیگه چیره که قبلا میزدم اون جواب میداد این بار هم یادم اومده بود پس وقتش بود انجام بشه اونم جای امباپه و رونالدو رو عوض میکردم باریکه شوت کن مارادونا بزنش رونالدو بابا گل وای امباپه تو رو خدا بده مسی بزن اون بر وای گل نخوری قربونه داداش هم دیوید ای دروازه‌بان شلوه وای وای توپو بگیرم گل زدم بهت گل توپو بگیرم والله گل زدم بهت بزن چیدو وای حاجی دارم خدا فشارم رفت رو سر بازیکنمو واقعا گند زدم و بازی که باید میبردیم رو مساوی کردیم پس از این بازی یک امتیاز به دست میاریم و برای بازی آخر سردار آزمون و بنزما رو تا ته میکشیم عقب و به بازی سوم میرویم و اما حریف آخر دیویژن 5 3000 باز هم از ما قوی تر از چرا چیه ترکیب حریف هیچ گوهی نیستی میبریمه بشو تو میبینم این بر بره کلا توی دروازه تماشا دار برو بکن بکن وسط زمین دقیقه 4 بازی ببین هیچ وقت نباید بری نزدیک اون همیشه اولویت تیر دوه میگیری نفس میکنی میذاره خودش سان کنه یه سان میکنه تو کل دوران حرفه‌ایش بکنم اولین گل ضربه سری بود که زد
شادی گل میکنی پس. یاروی ضعف زیادی داره رو پاسکاری‌های سری. دیدی دارم بهت میگم سارا جان، میخوام فکر کنی دقیقاً همون روبرو خانم ابچار نشسته. ارسال کن برات گل. یه هد بزن جان من، یه شوت. بشوت تو رو خدا گلشه، تو رو خدا بزن. مسی شوت کن، مسی شوت کن. چجوری داره در میاره اینا رو؟ به خدا به نیازم میزدن 10 تاشو گل میخورد. یه هد ارسال میکنی عقبا. برو بزن عقبا بابا، یه هد بزن. به 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 بده اماپه اونور. هم وای هاچ کردیم. بیا عقب جان بچت، بیا عقب. این چیه، سر رازمونه؟ بزن امروز تو گلا برو کنو. از اونجایی که عمق دفاعمون خیلی زود داشت باز شد، باز هم تصمیم گرفتیم کل دفاعمون رو یه پله بیاریم عقب‌تر. هاچی کشیده عقب، حریف کشیده عقب. به خدا میتونیم اینا رو ببریم. اما به گلش کنی. اما په آفساید نیست. بگیرش بده وسط، بزن اما په خاکتون سرت. بده عقب تو رو خدا رو نه آبا، یه دونه بده عقب. بشوت. من میگم هاش کردیم عزیز دله. از اونجا بزن میره توی اول. حتما. بده وسط، بده پشتت. بشوت هج. بزن. بشوت هج. بابا بدم کنید در قبل رونالدو جان. بزنیم یک بار شوت نکردی شما. بزن مسی بزن برو تو گل. بشوت. باریکلا. شادی گل انجام کن. چشی تو در میارم به خدا. شادی گل نمیگم، دارم متر احترام میذارم مردک. شادی گل واسه چی میکنیم؟ اونایی که درست پیش بینی کرده بودن راستی سلنا گومز هم مسی بود. داشین گل. علی حاج که به خدا نفسی، به خدا عشقی گل شده. چون دفات اون دفات گل شد حاج کریم. وای بزن. اینم شیش همیش سیسته که قول داده بودم فرما و تمام با درخشش کل تیم بازی آخرم سه بر هیچ نمره و هیچ وقتی به دست نمیاری. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و باز دوست دارین که افراد معروف تری ترکیبونو بکنه، حتما این دو ویدیو بگیم توی کامنت ها بنویسین.